من همیشه با عقل و ذکاوت، نیروی سازنده، حسی ملی، جوانانی سعادتمند و وطن پرور و با ننگ و ناموس کشور، یعنی فرزندان دوران استقلال باور دارم و با اطمینان اظهار می نمایم که آنها مین بعد نیز به خاطر حفظ ارزش های استقلال صادقانه خدمت می کنند. این نقطه را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یکی از برامدهایشان به جوانان تاکید داشتند که این از اعتماد زیاد داشتنشان به نیروی بزرگی توانایی نسل جوان بشارت می‌دهد. ورزش یکی از واسطه های بهترین معرفی کردن دولت و ملت می باشد. همزمان ورزش یکی از عامل اساسی است که شخص را بردم و سالم نگاه می دارد. خوشبختانه سالهای صاحب استقلالی در تاجیکستان ورزش در برابر دیگر ساحه ها رو به انکشاف و پیشروی است که این به شک از تنجی و آرامی و آسودگی مردم سربلند تاجیک درک می دهد. در زمان معاصر ورزش همچون یک رکن ملی به حیات سیاسی و جمعیتی و فرهنگی ما وارد گردیده در ردیف دیگر دستاوردهای استقلال وطنی عزیزمان مقام خاصه کسب کرده است. در فضای صاحب استقلال جوانان ما با امر دل و قرض وجدان سیر تاریخی ورزش های باستانی خش می کنند. بازی های ورزشی جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد تربیه جسمانی و ورزش در کشور، ترغیب طرز حیات سالم، جلب بیشتر جوانان به ورزش در سطح بلند گذرانده شده استادند. فدراسیای غیرکسبی اونیفاید جمهوری تاجیکستان نمونه همین گونه فدراسیای رشد کرده جمهوری بوده در طی سالهای اخیر توانست بهترین نتیجه ها را در مسابقه های سطح بین المللی به دست آورد. همه سالا 23 مای روز جوانان تجلیل کرده می شود که فدراسیای ما در قطار دیگر فدراسیا در این روز مسابقه های گوناگون را برپا می گردانند که هدف برگزاری مسابقه های ما در این روز در آن است که بیشتر نسل جوان و نورس را در یک رویای سالم تربیت نماییم و می خواهیم که همیشه ورزشکاران ما بیرون از جمهور پرچم برداری جمهوری ما باشند و در فدراسیای ما زیاده از 500 ورزشکار مشق و تمرین میکند که علاوه اکثر اینها هم استاد ورزش و استاد ورزش درجه بین المللی مربی شایسته جمهوری تاجیکستان میباشند. ورزشکاری که بیرون از جمهور پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند میبردارد این افتخاری نه اینکه ما است، افتخاری همه تاجیکستانی است که وقتی پرچم ما بیرون از جمهور افروخته میشود و سرود ملی ما در آنجا صدا میتد این فخری ملت تاجیک است. در چند مسابقه بین المللی شرکت ورزش پرچم ملت خود را بلند برداشتند، از جمله در چمپیونات جهان اوی با مهاربای نفاید که در آنجا شرکت ورزه سازور جای اول گشتند و پرچم ملت خود را در بین زیاده از 40 دولت دنیا بلند برداشتند. چمپیونات جهان در شهر مسکو فدراسیای روسیه برگزار شده بود و در آنجا ما ورزشگران جمهوری تاجیکستان پرچم ملت خود را بلند برداشتند. جوابان با غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان ما کوشش میکنیم که نتیجه بهتر را به دست بیاریم. صاحب استقلالی برای ما فراهم آورد که ما در رقابت بر دیگر دولت ها توانیم که در مسابقه های بیرون از جمهور شان شرف تاجیکستان را حمایت کنیم و در آنجا نه اینکه در زینه های پس، در زینه های اعلا، یعنی مدال طلای هر یک مسابقه را به دست بیاریم. همه این غمخوری های سرور دولت و حکومت جمهوری است که ما آزادانه می توانیم در مسابقه رفته اشتراک کنیم و صاحب مدال شده به وطن خودمون برگردیم. از ماه ینوار سال روان شروع کردم و علاوه دسته منتخب جمهور تاجیکستان را تاسیس دادیم که در برای مسابقه های بیرون از جمهور آنها را سفربر سازیم. در نقشه فدراسیای ما علاوه 3 مسابقه بین المللی میباشد که آن هم اهم مسابقه آسیایی و هم چمپیونات های جهان هستند که ما علاوه بچه های خود را در یک سطح بلند تمرین داده ایم تا که در آنجا ما حرکت کنیم که توانیم پرچم جمهوری تاجیکستان را در آنجا بلند برداریم. جامعه انسانی را به ورزش تصور کردن امکان ناپذیر است. ورزشگران پیوسته کوشش میکنند که برای سالمی بدن تمرین کنند، زیرا ورزش کفیل تندرستی انسان است. در برابر این هر ورزشگر در پیش خود مقصد میگذارد که برای موفق شدن بیشتر و خوبتر مشق کنند تا که در آینده غالبیت و نتیجه های بیشتر را به دست آورند. برای به قله های مراد رسیدن ورزشگران صدقاً حرکت پیروزی را میکنند. در برابر مردان در کشور دستاورد بانوان ورزشگر نیز خیلی نظرس است. بانوان ورزشگر توانستند با مهارت بلند ورزشی در رشته های گوناگون میان دولت های جهان قوه آزمایی نموده پرچم تاجیکستان عزیزمان را بلند بردارند
که باعث سرفرازی ما میباشد. اولین مسابقه من سال 2018 که در فدراسیای روسیه برگزار گرده بود، یک بانو از تاجیکستان سفربر شده بودم که در بین 33 دولت جهان بود و یگانه دختر بودم که در آنجا سزاوار جایهای دیوم گشتم که از نمود لایت و از نمود اونیفایت بود. دارنده کمربند سرخ و استاد ورزش جمهوری تاجیکستان میباشم و کوشش غیرت میکنم که در آینده پرچم تاجیکستان رو در بیرون از جمهور بردارم. باوری دارم که ما به عنوان ورزشگر با کوشش غیرت خود بیرون از جمهور پرچم تاجیکستان خود رو بلند میبرداریم. رقابت بانوی ما بر دیگر بانوی دیگر دولت ها بسیار در یک سطح عالی است. چخیلی که ما برای مسابقات جهانی و آسیایی اونها رو سفربر میسازیم، چخیلی ما میبینیم اونها در قطار دیگر دولت های پیشرفته بانوی ما میتوانند که بنا اونها رقابت کنند و پرچم جمهوری تاجیکستان رو در دولت های دیگر بالا بردارند. حالا ورزشگران فدراسیای غیرکسبی اونیفایت جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مسابقه های سطح بین المللی آمادگی دیده ایستادند. پیوسته برای موفق شدن تمرین نموده باوری دارند که در این سطح بلند بهترین نتیجه ها را میان دیگر کشورها به دست خواهند آورد. نقش ورزشگران در جامعه امروزه جمهوری تاجیکستان بسو نظرس است، به خاطر اون که سالهای پیش برای رخت گرفتن به مسابقه های بین المللی بسیار دشوار بود. سالهای صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان برای پیشرفت همه فدراسیه ها و خصوص فدراسیه اونیفایت غیرکسبی شرایط خوب فراهم آورد. فدراسیه جوانی هست که در حال رشد است. ورزشکارانی که در فدراسیه مذکور تمرین می نمایند الکای با جایزه های نظررس با وطن برگشتن. ورزشگران روحان و جسمان بولیده و خوشحالند. طی سالهای اخیر میل و رغبت جوانان ما به ورزش بر علاوه احساس می شود. در برابر آن که در مسابقه های جمهوریوی فعالانه شرکت می ورزند، همزمان زیاد به نظر می رسد که ورزشگران ما در مسابقه های بین المللی نیز اشتراک کرده جایهای نمایان اشغال می نمایند که این افتخار مردم سربلند تاجیک می باشد. ورزش در حیات انسان همچون عامل توانایی، تحکیم دوستی و همکاری نه تنها ورزشگران بلکه خلقها و دولت های زیاد محسوب می یابد. اینچونین ورزش برای نسل جوان همچون مکتبی مهم جهانفهمی و ترغیب ارزش های عالی انسانی از قبیل دوستی و برادری، صلح و آزادی، احترام به خلق و ملت های گوناگون خدمت می کند. ورزشگران تاجیک دائما پرچم استقلال، وحدت ملی و عزم و اراده سازندگی و بنیادکاری ها را در عرصه جهانی بلند افراخته در صف پیش سازندگان تقدیر وطن قدم می‌گذارند.